سال خورده مردی در پایان عمر، پس از یک قرن زندگی پرکشاکش، پس از آن همه آوارگی و جنگ و جهاد و تلاش، برآمده از همه آزمایشات، آیا باید تنها فرزندش و تنها امید به رویش آرمانش را به قربانگاه ببرد؟ و پاسخ این بود که آری، بیدرنگ. بسا سنگین تر از نبرد با نمرود و بسا دشوار تر از رنج یک قرن رسالت و درآویختن با جهل مردمان و جور زمامداران. ای کاش آن دوست بزرگ جان خودش را می‌خواست. آخر چگونه این فرمان را به هاجر بگوید و چگونه اسماعیل را راضی کند و چگونه کارد بر حلقوم او بفشاند؟ اما ابراهیم، قهرمان پیروز پرشکوه ترین حماسه ها، این پندار را که در پایان یک قرن رسالت کارش به پایان رسیده، میبایست به کناری میگذاشت و بار دیگر انتخاب میکرد. انتخابی برای گسستن رشته عزیزترین دلبستگی ها. هاجر نیز با خود نجوا میکرد که ای کاش قرعه به نام من میافتاد و فرزند نوجوان و دلبندم به قربانگاه نمیرفت. شیطان سه بار بر هاجر ظاهر شد تا اراده پولادینش را به چالش بگیرد. مهر مادری آری، اما مهر آرمانی برای هاجر چیز دیگری بود و هاجر شیطان را هر سه بار سنگ باران کرد. و این چنین بود که هاجر، زنی در ظلمات 4000 سال پیش، در شمار بالاترین زنان عالم جای گرفت. اسماعیل اما چه بگوید جز دلداری و تشجیع پدر، که پدر در اجرای فرمان او چرا این پا و آن پا می کنی؟ و اکنون هر سه آماده اند. ابراهیم مصمم، هاجر سرشار از یقین و اسماعیل آرام و مطمئن. سه اسطوره توحید، سه اسوه فدا، سه پرچمدار و سه قربانی که به سوی قربانگاه می روند. ابراهیم کاردی برمی‌گیرد و آن را به نهایت تیز می‌کند. اما هرچه کارد را بر گلوی اسماعیل می‌فشارد، حتی پوست هم خراش بر نمی‌دارد. آخرین ذرات شفقت پدری با خشم مضاعف ابراهیم به پایان می‌رسد و او کارد را با عصبانیت بر سنگ می‌کوبد و شگفتا که کارد که آنسان کندی می‌نمود، سنگ را می شکافد و این پیام را به ابراهیم می رساند که الخلیل یأمرنی و الجلیل ینهانی. همان کس که به تو گفته اسماعیل را قربانی کنی، به من هم فرمان داده که گلوی او را نبرد. پس از این آزمایش استخوان سوز است که ابراهیم زیبنده سلام پروردگار زمین و آسمان ها می گردد. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم که ذبح و قربانی بزرگ را به انجام رساند و خدا نیکان را این گونه پاداش می دهد. به پاداش فدای گذشتن از اسماعیل است که خدای ابراهیم در پیران سر فرزند دیگری به او عطا می کند، اسحاق، و این بار فرزند ابراهیم از بطن سار است تا اسحاق نیز رهرو و پرچمدار شایسته دیگری برای ابراهیم باشد. و این چنین بود که ابراهیم، این پدر پیامبران، خود امتی گردید. و خداوند برای جاودان ماندن این فدا و ذبح عظیم، فرمان بنای کعبه را به ابراهیم و اسماعیل ابلاغ فرمود تا نخستین خانه‌ای باشد برای مردم همه دنیا، خانه‌ای مبارک برای هدایت جهانی.
موسیقی.